خب خانم کشتری، شما در 5 جلسه گذشته در مورد 4 تا چرخ ماشین موفقیت یا همان مهارت های 4 گانه صحبت کردید و از 2 تا نهال گفتید که در 2 تا جای متفاوت می کاریم و مثلا یکشان در کنار خیابان یا همان سرک که ما میگیم و دیگرش هم در گلخانه و همچنان گفتید مغز کودک مثل این 2 تا نهال میمانه. علاوه بر آن شما انواع کتاب های اسباب بازی را با ما نشان دادید. حالا سوال این است که چطور ما با کمک این کتاب اسباب بازی ها به این هدف برسیم؟ سوال بسیار خوبی پرسیدین جناب عدیل. ببینین، مغز نوزاد باید رشد بکنه و پژوهشگران متوجه شدن که اون چه که در رشد مغز نوزاد اثر مهمی میذاره تعامل با اطرافیان و تعامل با محیطه. تعامل منظورمون یک رابطه دو طرف است که هر دو طرف در این رابطه نقش فاعلی دارند، یعنی در واقع تعامل یک رابطه بدبستانه. پس این تعاملی که شما میگین چطوری میتوانیم این تعامل با وجود بیاوریم؟ ببینید، ما برای به وجود آوردن این تعامل احتیاج به یک ابزار داریم. کتاب اسباب بازی ها یکی از بهترین ابزارهایی هستند که در این زمینه به ما کمک می کنند. کتاب اسباب بازی ها ابزاری هستند که کمک می کنند کودک رو ترغیب بکنند با لذت و شادی که یک کاری انجام بده یا یک چیزی بگه. حالا اگر من فرض کنید که این کتاب اسباب بازی رو بردارم و شروع بکنم به خوندن یا شروع بکنم به تعریف کردن تصویرای این کتابی که میبینم، این رابطه هیچ تعاملی با کودک نداره. لازمه که یک جوری ما کودک رو در این رابطه دخیل بکنیم. ببینین، حالا برای اینکه کودک هم در این رابطه دخیل بشه لازمه که یک مثلث شکل بگیره، یعنی مثلثی که یک رأسش کتابه، یک رأسش کسیه که کتاب رو میخونه و یک رأسش هم نوزاد یا کودکه. مثلثی که شما گفتین مثلا کتاب و کسی که کتاب رو میخونه و کودک، در این عرصه مثلث کدام یکیشان زیادتر مهم هستن؟ کدامشان زیادتر نقش مهم رو بازی میکنن؟ ببینید، در این مثلث هر سه عامل به اندازه هم نقششون مهمه، هیچ کدومشون بر دیگری برتری ندارن و هر کدوم رو که شما حذف بکنین این فرایند قطع میشه. این مثلث رو میشه به یک مثلث جادویی تشبیه کرد. چرا جادویی؟ وقتی که این مثلث شکل بگیره، خواندن تبدیل میشه به خواندن تعاملی و خواندن تعاملی که به آلمانی میشه اینتراکتیو فور لزن، کمک میکنه که مهارت های 4 گانه بچه ها رشد بکنه. ببینید، خواندن تعاملی آنچنان قضیه مهمیه که پژوهشگرای زیادی راجبش تحقیق میکنن. یکی از جدیدترین تحقیقاتی که در دانشگاه‌های آلمان در رابطه با خواندن تعاملی صورت گرفته به ما میگه که خواندن تعاملی مؤثرترین شیوه آموزش زبان به یک نوزاد و یک کودک. خب کودکی که نمیتونه بخونه و نمیتونه با اصطلاح حرف بزنه، ما چطور میتونیم این کودک در فرآیندی تعاملی که شما گفتین داخل بسازیم؟ ببینید، این کتاب اسباب بازی ها نه فقط تعامل رو از راه کلامی برقرار می کنن، بلکه تعامل رو از راه های دیگه هم برقرار می کنن. مثلا شما این کتاب رو نگاه بکنین، شروع می کنیم به ورق زدن این کتاب. فرض کنید که من اصلا نمیتونم این کتاب رو بخونم،
خب فقط میخوام از ورق زدن این کتاب به داستانش پی ببرم و بعد داستان رو برای بچه‌م تعریف بکنم. نگاه میکنم میبینم یه پینه دوزه یا یه کفش دوزک و یه مورچه. صفحه اول اینا هستن ولی این پشت یه چیزیه که دیده نمیشه، اما اینجا یه دریچه داره. دریچه رو که باز بکنیم پشتش یه دونه پروانه است. حالا صفحه بعد باز همون مورچه و همون کفش دوزکن، پشت توپ مثل که یه چیزی قایم شده. دریچه رو که باز کنیم میبینیم یه دونه عنکبوته. خب حالا ببینیم چجوری میتونیم هم از طریق کلام و هم از طریق حرکت کودک رو دخیل بکنیم. من همکارمون رو دوباره دعوت کردم به استودیو که بیاد و اینجا برای ما نقش نوزاد رو بازی کنه. خب این سفر رو برای این همکار عزیزمون میخونم. پسر گلم اینجا رو ببین مامان، یه پینه دوزه، ببین چقدر خوشگله. میبینی مامان؟ به نظر تو هم خوشگله؟ آره پسرم، ببین سه تا خال سیاه داره. این خالاشو میبینی مامان؟ آره. زبونشو ببین قرمز پسرم، میبینی؟ میبینی زبونتو؟ ببینم مامان جان، تو هم زبون داری؟ ببین منم زبون دارم. ببین تو هم زبون داری مامان؟ زبونتو ببینم پسرم. آره خیلی خوب، پسر مام یه زبون داره. بله بله. خوب پسرم ببین، این پینه دوز، اینم دوستش مورچه است. مورچه میبینی مورچه چقدر کوچولوه؟ آره مامان، آره مثل تو کوچولوه یا از تو کوچیکتره مامان جان؟ پسر گلم خب ببین اینجا رو ببین پسرم، یه چیزی اینجا قایم شده. ای وای این چیه؟ تو میتونی حدس بزنی گل من؟ آره من که نمیدونم چیه مامان جان. ای وای این چیه اینجا قایم شده؟ بیا بیا این در رو باز کن پسرم. آره مامان جان، آره پسرم این در رو باز کن. آه ببین یه پروانه، وای چه پروانه خوشگلیه مامان جان. چقدر چشماش خوشگله، مثل چشمای توه. چشمای تو کجاست مامان جان؟ ببین چشمای مامانی اینجاست، نگاه کن. این چشم مامانیه، اینم چشم مامانیه. چشم نینی کجاست؟ این یه چشم نینیه، اینم یه چشم دیگه نینیه. آره مامان چشمتو به من نشون بده پسرم. آره آره گل من، آفرین پسرم. بسیار جالب دکتر کشتری، این روش شما بسیار جالب هستک و قسم خودتان گفتین با این روش میتونیم کودک به سوالهای ما داخل بسازیم. اما یک چیز من میخوام از شما پرسان کنم، نوزادی که به اصطلاح نمیتونه سوال ما رو جواب بده باش چی کار کنیم؟ ببینین نوزاد نمیتونه با کلمه و جمله به شما جواب بده، ولی با اون چیزی که قبلا به عنوان مهارت‌های پیش زبانی ازش یاد کردیم حتما به شما جواب میده. وقتی که این دریچه رو ببینه حتما سعی میکنه یه جوری این دریچه رو باز بکنه. یا وقتی شما رو میبینه که دارین ازش میپرسین مثلا این چشم پینه دوزه، این چشم منه، چشم تو کجاست، دست و پاشو قطعا تکون میده، حتما یه حرکتی میکنه یا صدایی از خودش در میاره، یه قانقون میکنه. و این در واقع جوابیه که نوزاد داره به ما میده، منتها در حد توانایی‌های خودش. و خیلی مهمه هر چقدر شما بیشتر برای نوزادتون به صورت تعاملی کتاب بخونین یا باهاش بازی بکنین،
مهارت‌های پیش زبانیش بیشتر و بیشتر رشد می‌کنه تا به جایی میرسه که وارد مرحله زبانی میشه. خب روشی که شما گفتین درست است، اما اکثر پدر مادرها هستند که وقت ندارن، میرن سر کار اینا. اگر اینا بگذارن تا کودک برسه به وقت مکتب رفتن، وقتی مکتب رفت معلمشان با ایشان همین روش تعاملی را انجام بده، این چطور است در نظر شما؟